سلام بچه ها، من اومدم دوباره با یه ویدئوی جدید از بازی کلش آف کلنز. این که میخوایم یک نکته در مورد یکی از بهترین دفنس های این بازی بهتون بگم. این دفنس یه دفنس خیلی وحشتناکه، یکی از بهترین هاست که توی این بازی اضافه شده، ایگل آرتلری، یا به قول ما فارسی زبون ها توپخانه عقاب. دفنس مورد علاقه بنده است، اولویت اکثر کلشر هاست موقعی آپدیت کردن ساختمون هاشون. و این ایگل چند تا نکته داره و شاید خیلی ها این نکات رو ندونن. من از چند نفر پرسیدم و وقتی میبینم که این نکات رو نمیدونستن، تصمیم گرفتم این پست رو بسازم. ما میخوایم امروز در مورد زمان فعالسازی ایگل صحبت کنیم. چه زمانی ایگل روشن میشه و شروع میکنه به دمیج زدن به تروپس ما؟ خب من این سوال وقتی پرسیدم هر کسی یه جوابی داد. خیلی ها اطلاعاتی که داشتن نسبت به قبل بوده، واسه 3-4 سال پیش بوده، خب موقع 180 واحد بوده، الان یه مقدار به روزرسانی داشته. الان توی سال 2020 که من دارم این پست رو برای شما میذارم، آپدیت، حالا اتفاقی که افتاده روی ایگل به این صورتی که شما زمانی که 200 واحد از تروپستون رو دراب کنید روی مپ، این ایگل فعال میشه. حالا یعنی چی؟ من توضیح روی تروپس بهتون بدم. ما 280 واحد، این بالا سمت چپ میبینید که تروپس، فضای ذخیره سازی تروپس داریم. شما زمانی که 200 واحد از این نیروها رو خالی بکنید روی مپ، ایگلتون فعال میشه. خب این یه چیز خیلی ساده است که من الان دارم بهتون میگم. اکثر شما نمیایین این کار رو انجام بدید، خیلی اوقات شما هیرو میندازی، میبینی که با چند تا خالی کردن نیرو، 4-5 تا هیلر رو، اسپل و کوین، یه دفعه میبینید ایگل فعال شد. چرا این اتفاق میفته؟ خب همه این نیروها یه فضایی دارن، من الان فضاش هم بهتون میگم. الان این کوین 4 تا هیرو داریم، هر هیروی ما 25 واحد فضا میگیره. یعنی شما 4 تا هیرو رو اگر بندازی، 100 تا از اون فضای 200 تایی که باعث روشن شدن ایگل میشه رو پر کردیم. 11 تا اسپل داریم، هر کدوم از این اسپل ها هر یک واحدش 5 فضا رو اشغال میکنه، یعنی جمعا میشه 55 واحد. خب حالا من اینا رو که بهتون گفتم روی یه چلنجم به صورت تکمیلی بهتون میگم. اتفاقی که میفته و این نکته خیلی جالبی که هستش اینه که شما یه زمانی یه سری از تروپساتون رو میریزید روی مپ، ایگل یه صدایی ازش خارج میشه، یه صدایی میده و این صدا همراه با روشن شدن چشمای ایگل، این چشمای ایگل ما روشن میشه. چرا این اتفاق میفته؟ یه هشداره، یعنی به شما داره یه هشدار میگه که آقای پلیر، شما 150 باید ریختی، 50 تا دیگه فقط فضا میتونی خالی بکنی روی مپ و من روشن نشم. اینو حتما مورد بررسی قرار بدید، توی اتکاتون یه دو تا چهار تا بکنید که خیلی راحت بتونید اتکتون رو پیش ببرید. سوالی که اینجا مطرح میشه در مورد کلن کستله. این شاید هیچ جا نوشته نشده باشه. کلن کستل چه تأثیری روی این فضای 200 تایی ما میذاره؟ و اصلا اینجوری بذارین بهتون بگم و یه مقدار سخت‌ترش بکنم. ما یک ماشینی داریم به عنوان سیج باراکس. این باراکس ما اینجا هستش، زمانی که شما دراپ میکنید یه پکا و 12 تا ویز از خودش خارج میکنه و بعد تروپس کسل یه چیزی حدود 25 تا همون فضای ظرفیت پکا میشه و 12 تا هم ویز دیگه، اونم خودش یه فضایی رو اشغال میکنه. اینا آیا روی اون 200 واحد فعال سازی ایگل تاثیر میذارن یا نه؟ خب جواب اینه که نه.
اصلا کلن کسل هیچ تأثیری روی این فضای دیویستایی نداره. این هم یه نکته خیلی مثبته. یعنی شما میتونید کوین واک میزنید با کشتی و کستل، یه بخش خیلی زیادی از مپ رو بزنید و ایگل همچنان خاموش بمونه، هرچند که باراکس هم داشته باشید اون هم کلی فضا داره براتون ایجاد میکنه که باز هم ایگل روشن نمیشه. این نکات کلیدی ایگل هستش. امیدوارم که کاربردی از این نکات استفاده بکنید. حالا میگه چلنج هم میزنید. خب بریم یه چلنج بزنیم و من نخواست رو روی این چلنج بهتون بگم. با الکترو دارم اتک میزنم، خیلی ساده است حساب کردنش. 8 تا الکترو داریم، هر الکترو ما 30 واحده، 8 تا بالون داریم، هر بالون 5 واحده، 4 تا هیرو داریم جمعاً 100 واحد و 11 تا اسپل جمعاً 55 واحد. من 5 تا الکترو میندازم فقط برای اینکه چشمای ایگلمون روشن بشه. میبینید 1 2 3 4 5 چشمای ایگل روشن شد. این یه هشدار اولی است، یه هشدار به شمایی که دیگه 50 تا دیگه فقط فضا دارید که من روشن نشم. من یه الکترو دیگه میندازم میشه 6 تا الکترو جمعاً 180 بار. حالا اگه من 4 تا بالون دیگه هم بندازم ایگل میبینید که فعال میشه. 1 2 و 3 و 4 ایگل میبینید که فعال شد. یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم، اونم اینه که الان ایگل روی کدوم تروپس فوکوس میکنه و دمیج میده بهش. من برای اینکه یه مقدار مشغولش بکنم اول رویال میندازم و بعد کینگ و کوین، چون هیت پوینت کینگ و کوین بیشتر، کینگ از کوین بیشتر هست، باید روی کینگ بگیره. خب رویال زد، میبینید که روی کینگ گرفت. معمولا روی تروپسی که دونه بیشتری دارن روی همون تروپس زوم میکنه. حالا بعضی وقت ممکنه شما میبینید هوک ماینر میزنید، هوک ماینرتون تجمع داره، تراکم داره توی نقطه، میاد روی اون فوکوس میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون روی اون تراکم، روی اون کاشی، روی اون حالا فضایی که دارین تروپس ریختین هیت پوینت بیشتری جمع شده نسبت به کینگ، نسبت به کوین. و یه نکته دیگه هم که هست، معمولا این اتفاق زمانی میفته که شما هوگ ماینر رو زودتر از کینگ میندازی. شما زمانی هوگ ماینر رو زودتر از کینگ بندازی ایگل اول میاد روی اونو میگیره. پس سعی کنید اول کینگ رو بندازید بعد تروپس. لاولون میخواید بزنید، هوگ ماینر میزنید، یتی میزنید یا حالا تروپس دیگه ایگل زوم کنه روی کینگتون. من تمام نکات رو تقریبا گفتم، چیز خاصی نمیمونه. ما همچنان این روند رو ادامه میدیم و قرار خیلی پست آموزشی براتون بذارم. کانال ما رو دنبال بکنید، برای من کامنت بذارید، اگر سوالی چیزی بود سعی میکنم در حد توان جوابتون رو بدم و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.